بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اپلیکیشن ما را پروژه را تا اینجا را پیش بردیم، خب ما ایره ساختیم اینقدر. حالا میخواییم که یک تا فرم طرف سمت چپ اضافه کنم در اینجا دقیقا، شاید هم از اینجا تا کجا را بیایه، شاید هم تا اینجا را بیایه، یعنی اینقدر یک فرم میخواییم در اضافه کنم در کشی سمت چپی. خب ما اول یک تا چی می سازم اینجا؟ یک تا پنل می سازم، مثلا یک کلاس می سازم، نامی رو می مونم فارم پنل. خب کلاس فارم پنل ماست، مطمئنا این کلاس ما باید اکستنس کنه از روی خود جی پنل. جی پنل یعنی باید امپورت شوه و اینجا میگم که پابلیک فرم پنل کانسترکتورش را فقط ساختیم، میبخشین فرم پنل و حالا میخواییم که ایره اد کنیم در روی خودی مین فریم ما، مین فریم. خب ما اول اینجا یک تا پرایویدش را میسازم، نمونه پرایویدی از فرم پنل ها. میگم پرایوید فارم پنل، فارم پنل. خب اینجا ما ابجکتش هم میسازم، میگم فارم پنل نیو فارم پنل. اینجا باز چیزش هم اشتباه نشته کدیم، میگم که فارم پنل. فارم پنل و ایره اد کنم باید در گوشه سمت چپی. خب ما اینجا کنترولر رو اد کردیم، میگم که اد فارم پنل بوردر لی اوت و اینجا مطمئنن وست انتخاب میکنم. حالا اگه دوباره ایره اجرا کنم گوشه سمت چپی، اینجا این اگر متوجه شوین اینجا نسبت اینجا کمی زیادتر است ای سمت. پس اینجا ما فرم پنل ما اد شده، ولی باید اندازه ای را باید کمی اضافه تر کنیم. خب روی چی میرم؟ دوباره فرم پنل ما میبخشین فرم پنل و اینجا در فرم پنل یک تا کلاس هست در پکیج EWT به نام دایمنشن. من میگم که امپورت جاوا EWT و دایمنشن، دقیقا امی هست دایمنشن یک کلاس هست. وظیفه ای است که مثلا در کنترل های ما سایز بیتا، مثلا در بتن پنل یا هر چیز دیگه. خب ما ایره امپورت کردم، ولی میخوایم که از دایمنشن دایمنشن ما مثلا اینجا یک تا، اول میخوایم که یک تا متغیر از نوع دایمنشن بسازیم، نامی رو ما میمونیم دیم و این دیم مثلا یک تا دایمنشن یک تا میتود داره به نام get perfect size. این سایز هم میگیره داخل وریبلی به نام دیم از نوع دایمنشن است باید ذخیره کنم. میگم دیم get perfect size و اینجا مطمئنا هر سایزی که بیتیم داخل دیم ذخیره میشه از نوع دایمنشن. حالا میگیم که دایمنشن ها این دایمنشن میتونه که مثلا دهی مثلا اینجا را اگر ما چی کنم height داره height width، height میتونه که مثلا اندازه دایمنشن از بالا به پایین تعیین کنه، width هم از طرف چپ به طرف راست، یعنی کامپیوتر همیشه از طرف بالای سمت چپ میشماره. یعنی اگر بگی دایمنشن از width از 250 باشه،
پس میتونه که این قدر بگیره، و اگه بگیم های 250 مثلا 250 باشه، میتونه که این قدر بگیره با یه اندازه یا کمتر زیادتر، ولی از بالا به پایین میگیره. خب من ویتش میگیرم، ویت زیر میگیرم، یه مساوی قرار میتونم بگم باید 250 باشه. خب و حالی میخوایم که این 250 را که در نوی دایمنشن در وریبل به نام دم ذخیره کردیم، میخوایم این را پاس بیتون به خود پنل ماده جی پنل، میگم که سید پرفیکت سایز، یعنی اینجا متوجه باشین که در خود پنل باید پاس بیتون، یا ما میتونم که از دیس استفاده کنیم. دیس همیشه در خودی کلاس اشاره میکنه، یعنی اگر در کلاس ما اشاره کرد پس کلاس ما یک از شاخه های جی پنل است، پس در خود پنل اشاره میکنه، میگم دیس سید پرفیکت سایز، و اینجا باید دیم پاس بیتیم. حالا اگر دوباره را ران کنم، مطمئنن پنل ما اینقدر اندازه شده. خب من این قسمی اگر این را اینجا اجرا کنم، اینجا کمی دیگه قسم بالا میشه، یعنی ما باید یک دانه بارده را اینجا تعیین کنیم. میگم که اینجا ما پس دیسا فعلا دلیت میکنم، چون مفهوم دیسا میفهمی که در خود کلاس اشاره میکنم. میگم که سید باردار، سید باردار، و اینجا میخوایم که تمام چیز ها در چیزی باردار چی شده، میگم که باردار باردار فکتوری، باردار فکتوری کریت تایتل باردار، کریت تایتل باردار، و اینجا مطمئنان یک تا متن میگیره از نوی string که متن در بالای خودی باردر نمایش داده میشه. خب من شما میتونید که نام خود نوشته کنید، ولی من اینجا میمونم add پرسیون. خب من آلی اگر دوباره ایر اجرا کنم، دیدن که اینجا باردر اضافه شد، باردر اضافه شده، پنل هم اضافه شده، پنل ما یک باردر داره و این متن اینجا آمده، و شما میتونید که از همین طریق اینجا فقط چند چیز یاد بگیرید. اینجا کلاس دایمنشن است، میتونید که از نوی دایمنشن یک تا وریبل بسازین در نام هر چی که بود، حالا x y، یا مثلا من x میمونم میره x، پس این باید x باشه. مثلا از پرفیکت سایز یک سایز بگیم، میگم داخل x ذخیره کن، پس در x ما را میگم که ویتش 250 باشه، و دوباره x در پرفیکت سایزی چی پنلی ما باید اضافه کنیم. من این را اگر دوباره رن کنم مطمئنن که همون چی میشه. شکر.